نمونه قلعه بابک، خودتون بهتر از من میدونید. در 3870 متر بالای دریا ساخته شده، روی 4 تا دره، هیچ قاطری نمیتونه از این بره بالا، چه برسه به اسب. آدم وقتی پیاده میرفته با صخره نوردی، 3 روز و نصفی طول میکشیده میرسه به در قلعه. خب بالاخره وقتی میرسیدن به در قلعه، در قلعه رو آتیش میزدن میرفتن تو دیگه. چطور بوده که 300 سال به در قلعه نمیتونستن برسن؟ خیلی تعجب آوره نه؟ قصه 1001 شبه. میدونین چه جوری؟ یک هنری در قدیم ایران بوده به اسم هنر ایکات. ایکات یه لغت قدیم قدیم ایرانیه. ایرانی ها بلد بودن فلز رو به صورت الیاف باریک در بیارن، با ابریشم ببافن طلا رو، بهش بگن زربفت یا زربافت. خانما توی عروسی تو مهمونی تنشون کنن لباس خوشگل. بلد بودن نقره رو باریک بکنن، با ابریشم ببافن، لباس سیمین بافت یا سیمین بافت درست بکنن برای مردی که دیدن یه رهبری بزرگی می‌خواست بره لباس قشنگ، یا خانوما تو مهمونی. بلد بودن الیاف فولاد رو اینقدر باریک بکنن، اینو با پشم ببافن زره زمستونی درست کنن، با نخ ببافن زره تابستونی درست بکنن. شما میرین موزه لوور، موزه آرمیتاژ، موزه نیویورک، موزه لندن، سربازای یونانی قدیمی‌تر، سربازای رومی جدیدتر، یه تیکه آهن اینجاشه، یه تیکه آهن اینجاشه، یه تیکه آهن اینجاشه، درست لولا داره، ولی مثلا این می‌خواسته راه بره، خب این چجوری باز راه می‌رفت؟ چجوری میتونسته بجنگه؟ بین 50 کیلو تا 75 کیلو اضافه وزن، مال اسباشون بین 75 تا 300 کیلو اضافه وزن که تیر بهش نخوره، شمشیر توش نره. اما ایرانی ها چی؟ ایرانی ها بلد بودن پولاد رو با پشم زره، با نخ زره، تابستون زمستون، کاملا فلکسیبل، حالا کلمه فارسی بگیم کاملا جهمن بوده این لباس، میتونست راحت بجنگه، هم اسبش هم خودش میتونست حرکت بکنه. ایرانی ها بلد بودن یه دار قالی درست میکردن به صورت مثلث، مثل این دلتاهای هواپیمای دلتای امریکایی، یا مثلا لوزی زاویه دار. وقتی که قالی رو با فولاد، همین ایکات، با پشم میبافتن از روی دار باز میکردن، این دیگه شکلش عوض نمیشده، همینجوری میمونده چون فولاد توش داشته. پشت این تسمه میبستن، اینو به تنشون میبستن، کایت درست میکردن، میرفتن از رو سقف قلعه بابک میپریدن، دشمنا رو با تیر اون زیر میزدن، بعدم دور میزدن میرفتن دوباره تو قلعه بابک میشستن. یعنی هیچ وقت نمیتونسته دشمن نفوذ بکنه به اون قلعه. وقتی ایران به وسیله دشمنا فتح میشه، میگن آدم روی زمین راه میره و شیطان روی هوا راه میره. دستور میدن در طول 3 سال تمام ایکاتکارا ایران قتل عام میشن و این سند برای همیشه از ایران میره. فرزندان ایکاتکارا ایران برای اینکه نسل خدمتگزاری علمی پدرشون رو زنده نگه دارن، در 15 روز اول پاییز که فصل باد در فلات ایران بوده، میان توی دشت لاله درست میکنن، شمع روشن میکنن، حالا بادبادک چه با فانوس چه با بی فانوس، منظورم توی بادبادک روشن یا خاموش، بادبادکایی رو به همون شکل به پرواز در میآوردن. تعداد دنباله هایی که پشت بادبادکشون میبستن یادآور تعداد سالهایی بوده که اعضای خانوادهشون یا هنرمندان خانوادهشون در این هنر نقش داشتن. خب ما کدوممون اینو میدونیم؟ این قصه آلفلیل رو چرا من و شما بلد نیستیم که اروپایی به ما بیاد به ما یاد بده که تو هواپیما سواری و پرواز رو لئوناردو داوینچی به مردم دنیا یاد داد؟ لئوناردو داوینچی که 700 سال زور بزنه بود، این که داره مال 4000 سال پیشو میگه. خب برای اینکه من باید غریبه باشم با خودم تا اروپایی بتونه به من مسلط باشه، من نباید قصه خودم رو بدونم.